دوستان عزیز سلام میکنم خدمتتون، امیدوارم که سلام های گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم تا با هم درباره کلام خدا تفکر بکنیم و راجع به حقایق کتاب مقدس یه چیزایی رو دقت بکنیم و یاد بگیریم. ما از چند جلسه پیش داریم درباره فیض صحبت میکنیم و فیض در کلیسا. ماهایی که ایماندار هستیم و به خاطر فیض مسیح نجات پیدا کردیم، حالا چجوری در محیط کلیسا این فیض رو به یکدیگر نشان بدیم؟ ببینید، مشکلی که ما آدما داریم این استش که گذشته هامون رو همراه خودمون جابجا میکنیم. اخلاقای بدمون، عادتهای ناجورمون، اون ترسامون، ضعفامون، و ما هممون یه اشکالاتی داریم و این اشکالاتمون رو ایبروبر میبریم، تو روابط جدید میبریم، در محیطهای جدید میبریم. و مشکل دیگر این استش که توی رابطه ای قرار میگیریم، توی کلیسایی میریم، آدمایی که اونجا هستن اونا مشکل دارن و اینا همه مشکلات رو میریم توی جمع و اینجور میشه که نیتروگلیسرین تولید میشه، انفجار، و خیلی ها ممکنه از کلیسا غرق بکنن، روابط خراب بشه. و علتش این استش که خب من گناه خودم رو دارم، مشکل شما رو میخوام روش تحمل بکنم و جور در نمیاد. و تنها آبی که بر این آتش میشه ریخ و جلوی انفجارا رو میتونه بگیره و یاد بگیریم که چگونه با همدیگه زندگی بکنیم، به خاطر فیض مسیحه و این فیض رو به یکدیگر هدیه باید بکنیم. ما در کلیسا، در کتاب مقدس معذرت میخوام، چند بار دو تا عبارت صبر و تحمل رو میبینیم، حلم و صبر. تحمل یعنی که من با آدمای مشکل بتونم بسازم و اونها رو تحمل بکنم، و صبر این است که بتونم در شرایط مشکل داغ نکنم و جوش نیارم و منفجر نشم. حالا ما راجع به اینا داریم صحبت میکنیم و امروز اجازه بدید چند تا آیه رو از کتاب مقدس، از رساله پولس رسول به افسسیان خدمتتون قرائت بکنم و تکیه کلاممون رو بر نیکویی کردن به همدیگه، مهربانی کردن به همدیگه خواهد بود. پس اجازه بدید از فصل چهارم من آیاتی رو خدمتتون قرائت بکنم، ولی بیایید قبلش دعا بکنیم. پس بیایید دعا بکنیم. پدر آسمانی، دعا میکنم که ما رو ببخشی، گناهان ما رو به یاد نیاری ای خداوندا، و فیض خودت رو در زندگی ما جاری بفرمایی. ببخش که ما درباره کلام تو به درستی تفکر بکنیم. ما رو فروتن بکن که کلام تو رو با فروتنی یاد بگیریم، به نام عیسی مسیح، آمین. خب، رساله پولس رسول به افسسیان، اگر ما بخوایم اون رو در یک جمله خلاصه بکنیم، درباره فیض خدا داره صحبت میکنه. خدا به خاطر فیضش ما رو بر میگذینه، این رو ما در فصل یک مشاهده میکنیم. به خاطر فیضش ما رو نجات میده، به خاطر فیضش کلیسا رو به ما هدایت میکنه و ما در کلیسا قرار میگیریم، و به خاطر فیض خدا ما خادمین در سر رامون قرار میده، هدایایی میده که ما بتونیم در کلیسا رشد بکنیم و به اون خدمت بشه. و حالا در فصل چهارم داره درباره مسئولیت‌های ما در قبال این همه فیض صحبت می‌کنه، و از فصل چهارم آیه 17 به بعد ما می‌بینیم که پولس رسول با توجه به تمام این صحبت‌های شیرینی که قبلا شده بود و عرض کردم خدا به خاطر محبت و فیضش نجات میده و این و اون، حالا مسئولیت ما که این فیض رو دریافت کردیم چگونه هستش؟ و اجازه بدید از آیه فصل 4 آیه 28 خدمتتون میخونم. میگه دزد دیگر دزدی نکند،
بلکه به دستای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. پس حالا که فیض رو دریافت کردین، دست از راه‌های بد گذشته بردارید و نه تنها فقط از اون کارهای بد دست بکشید، بلکه یه کار خوب بکنید. دزدی نکنه، کار بد رو انجام نده، برعکس بره با دستای خودش زحمت بکشه، پول در بیاره. تویی که یک عمر عادت کردی از دیگران بگیری یا از دسترنج دیگران شکمت رو سیر بکنی، دزدی بکنی، حالا یاد بگیری که پولت رو به نیازمندان بدی. و ادامه میدم، آیه 29 میگه هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند، روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مخدوم شده اید محزون مسازید. هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید. تفکر ما راجع به این کلمه هستش، و با یک دیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. ببینید، صحبتی که ما اینجا میشنویم و سخن پولس باید به ما این رو یادآوری بکنه، و این کار رو من اجازه بدید بهتون بگم که مهربانی مسیحی یک موضوع دربرگیرنده ایه، یک موضوع پهناوریه. فقط این نیستش که من هفته یه بار به یه شخصی بگم سلام خیلی چاکرم، و این مهربانی مسیحی نیستش. ببینید چی میگه؟ میگه هر قسم تلخی، هر قسم غیظ، هر نوع خشم، هر گونه فریاد، هر گونه بدگویی، هر گونه خباثت را از خود دور کنید. این هری که اول هستش تک تک اینها رو هم شامل میشه. زمانی که من میخوام مهربانی داشته باشم، قبلش ظاهرا کلام داره به من این یاد میده که قبل از این که من بخوام با یک دیگر مهربان باشم و رحیم و هم دیگر رو عفو کنم، باید یک تغییرات در زندگی من رخ بده. کلام نمیاد الکی به ما دستور بده بدون اینکه بازش بکنه قضیه رو. نمیاد بگه با هم دیگه مهربون باشید. نه. چه جوری مهربون باشم؟ چه کار باید بکنم که مهربون باشم؟ راهی که کلام به ما یاد میده اینه که اولا حواستون باشه که خداوند براتون چه کار کرد، فیض، و بعد یک کارایی رو باید در زندگیتون ایست بشه، یک کارایی باید دیگه انجام نشه، یک چراغ قرمزی در این جاده زندگی ما روشن شده که من حالا باید اینجا بیستم، باید یک تغییر منشی بدم، تغییر روشی بدم. من چند سال پیش یه چیز شدش، سکته، حالت سکته قلبی به هم دست دادم، سینم تیر کشید و اصلا یه حالتی شدم اینا. زنگ زدم آمبولانس و اومدن و منو بردن بیمارستان. بچه‌هام کوچیک بودن، اینا خیلی ترسیده بودن که بابا چطور شده اینا، و رفتم بیمارستان. بیمارستان من گفتش که نه خیر، شما سکته قلبی نکردی، یک چیزی هست بهش میگن پانیک اتک، یه دلشوره، ناراحتی، نمیدونم چی بود، من چند روز فکرم مشغول کرده بود. این حالتاش حالت این سکته هستش، یعنی هیچ فرقی نمیکنه با سکته حالتاش، ولی سکته نیست. و میگم بعد این ترس و نگرانی منو از پا در آورده بود، و دکتر اومد من گفت ببین تو سکته نکردی، مرخصی، اون آزمایشه کردن، نه قلبم سالمه. گفتش که ولی مراقب باش، این زنگ خطری بود، این زنگ خطر رو خوب بهش دقت بکن، تو آدمی هستی که نباید تو خودت بریزی، نباید مسائلتو تو دل خودت نگاه داری، برو با یکی صحبت بکن، با همسرت حرف بزن یا هرچی، که این بار رو دلت نمونه که اینجوریت بکنه.
و من زنگ خطر رو خیلی جدی گرفتم و مراقبت کردم، از هم از سلامتیم و همین که از سلامتی فکرم و روحم که اینجوری نشه. حالا سالهای سال از اون قضیه گذشته و خدا رو شکر هیچ اتفاقی هم نیفتاده. اینجا کلام به ما داره میگه که میخواید مهربون باشید، یه سری زنگ خطرها هستش، اینا رو باش مراقب باشید. اگر میخواید شما مهربان باشید و وظیفه ما این است که با همدیگه مهربان باشید، باید تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت رو از خود دور کنید. نمیتونید شما اهل غیبت و غیظ و تلخی و خباثت و بدگویی باشید ولی مهربان هم باشید. اینا با هم جور در نمیاد. امروز علی موعظه‌اش قشنگ بود. من هیچ چی از موعظه نفهمیدم. چطور؟ بابا بردن رشید گفت موبایلاتون رو خاموش کنین، موعظه داره شروع میشه. شهرام تا اینا گفت من پیش پروین نشسته بودم که همش تعریف میکنی. خرفر. خدا برکتش بده. موبایل زنگ خورد. چه زنگی. دیدیری دیدیری دید دیدی دیدیری دید. وای حالا موبایل زنگ خورده باشه. پاشو برو بیرون. جواب داده. آره سلام خوبی؟ خلاص من اصلا خجالت نمیکشه این خواهر. شروع کرده حرف زدن. تا در مورد چی؟ من گفتم استراریه یه چیز مهمیه. آره شنبلیله باعث میشه که قرمه سبزی بو بگیره، لباسمون بو میگیره، خونه بو میگیره، آشپزخونه بو میگیره. یعنی خب خیلی خوب الان قطع میکنه که همینجور داشت صحبت میکرد. بوی گلیسا. من یه پامو اینوری کردم کیفمو گذاشتم اون و دستمو اینجوری قطع کرد. من صورتم اینجوری سمت موعظه مثلا دارم گوش میکنه، حواسم اینجا بود که مثلا تموم شد. ببین خون جلوی چشامو گرفته بود اینجوری. گفتم تموم شد، پروینو پرپر کنم. تموم شد جلسه. ببین اول بگو زنده است و شهرام جلسه تموم شد. گفتم خواهر پروین یه لحظه آوردمش این وقت. ببین هر چی از دهنم در میومد، یعنی هر چی که از دست مامان تو عصبانی بودم، هر چی بود سر اون خالی کردم، حقش بود. حالا ببین دفعه دیگه اگه تونست موبایلش روشن کنه. بابا تو هنوز من عصبیم. بابا اینجوری که نمیشه که. بابا نگاه بابا تو میتونستی قشنگتر، آرومتر، مهربونتر، لطیفتر باهاش صحبت کنی. مهربونی حتی از یه قضیه دیگه میومدی میچسبوندیش به سلفون، به موبایلش و از این حرفا. خلاصه یه دفعه همه رو شستی و پنگ کردی رو اینجوری که نمیشه. بابا منم اون دفعه یادت نیست پارکینگ کلیسا با لگد زدم به ماشین طرف، بعد اومد میدونی به من چی گفت؟ گفت اگه عصبانی هستی برادر عزیزم میتونی بری بدوی، میتونی بری ورزش کنی، چرا عصبانیت تو با لگد زدن به ماشین من خالی میکنی؟ خب راست میگفتی. از اون روز تا حالا تو مغزم اون حرفش با لبخند با مهربونی قشنگ منو خام کرد. منم معذرت خواهی کردم، الان دوستای خوبی هم هستیم با هم. شما پا یه جوری دیگه میگفتی بهش. بابا تو که کشتیش بیچاره رو اونجوری که نمیگن که. ای بابا باز میبینمت. موبایل من داره زنگ میکنه. ای موبایل من داره کیه؟ نمیدونم. هی پروینه. ای 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 بذار من باش حرف میزنم میام. وایسا وایسا. الو چی میگی؟ آره پروین چی که فلسه با موبایل حرف میزنی؟ جمعی چی خموش نمی کنی موبایل تو؟ خب دوستان دیدیم که چجوری شادی ظاهرا نتونسته بود تو اون کاراکتر شادی نتونسته بود که چجوری اون غیظ و خشم و تلخی رو از خودش دور بکنه و به اون رفتار اون شخص در کلیسا اینجوری واکنش نشون داده بود و مهربانی نشون نمیداد. خب حالا البته فیلم و هممون هم میدونیم که اون در زندگی معمولیش اینجوری نیستش. پس نکته اول اینه که مهربانی مسیحی خیلی همگیره
و خیلی از جنبه های زندگی ما رو باید دربر بگیره، خیلی کارا باید انجام بشه، یک شالوده محکم و یک کارایی باید اول رخ بده تا من بتونم مهربان باشم. من نمیتونم در این حالی که خبیث هستم یا تلخ هستم یا خشمگین هستم در این حال مهربانم باشم. و اینها یه چیزایی که من باید تصمیم بگیرم، شما باید تصمیم بگیرید، فیض خدا رو بخوایم با قدرت خدا و با تصمیم و با واقعا راهنمایی افرادی که در زندگیمون وجود دارند و خیرخواهمون هستند و افراد حکیم، ما اینها رو از خودمون دور کنیم. پس نگاه بکنیم این چیزایی که باید اول از خودمون دور بکنه. میگه هر قسم تلخی رو، تلخی من راجبش قبلا صحبت کردم که ظاهرا یکی از چیزایی که در زندگی که میتونه ثمرات خیلی خیلی بدی بیاره. عبرانیان به ما میگه ریشه مرارت در شما رشد نکند. در اعمال ما خوندیم و من فقط اشاره میکنم به اون قسمت اعمال فصل هشتم که یک شخصی بود که اینها اومد جلوی پولس و گفت، جلوی پتروس معذرت میخوام، یه پولی آورد گفتش که اجازه بده که منم روح القدس رو بتونم به هر کسی که خواستم دست بزنم بدم و اینها. و پتروس بهش گفت برو زرت با تو هلاک باشه. و پتروس میگه یه حرفی رو میزنه، روح خدا در دلش یک علمی رو قرار میده، کلام علم، کلام حکمته. میگه چی؟ میگه که زیرا تو را میبینم که در زهره تلخ و قید شرارت گرفتار هستی. تو یک زهر مار در وجودت، یک تلقی وحشتناکی هستش و تو گرفتار هستی و در قید شرارت گرفتار هستی. وجودت از این دو آزاد نشده و تو باید از اینها آزاد بشی. زمانی که تلخی در شما باشه نمیتونید مهربانی نشون بدید. چجوری ما میتونیم تلخی ها رو از خودمون آزاد بکنیم؟ به وسیله خواستن از خدا هستش. تصمیم باید بگیریم، باید حقیقتا دلمون بخواد که از این زهر تلخی که در وجودمون هست، اون نابخشیشی که در وجودمون هست، از اون آزاد بشیم. باید خدا بخوایم که کمک اون بکنه که دشمنانمون رو از ته دل ببخشیم، اون شیرینی حضورش رو در ما بریزه و اون غیظ و خشم رو میگه از خودمون باید دور بکنیم. ببینید پشت سر همه گناهان یک دروغی وجود داره. شیطان دروغگو و پدر دروغگوها هستش و او پشت تمام گناهان با یک دروغی میاد و به ما به دروغ میگه که اگر تو خشم داشته باشی راحت میشی، تو برو داد بزن، فریاد بزن و راحت بشو، این خشم تو ابراز بکن تا خوشحال بشی. حالا این که دروغه. آن چیزی که باعث میشه که ما شادمان بشیم، شادی حقیقی رو داشته باشیم، این نیستش که من برم خشمم رو به برادری یا خواهری یا به دشمنیم نشون بدم، بلکه اونی که او رو ببخشم. عیسی مسیح زمانی که مصلوب شد نزد پدر فریاد کرد که ای پدر اینها رو ببخش، زیرا نمیدونن چه کار میکنن. این عیسی همون عیسایی هست که کرورها کرور هزاران هزار جنود سماوی، فرشتگان آسمانی تحت فرمانش هستن و میتونست به طرفت العینی تمام دشمنانش رو خاکستر بکنه، ولی او ترجیح داد که اونها رو ببخشه و بتونه اونجوری مهربانی خودش رو به مصلوب کنندگانش هدیه بکنه. ما باید یاد بگیریم که این فریب گناه، فریب عصبانیت و خشم و غیظ رو نخوریم. ببینید
عرض کردم شیطان دروغگوست و پدر دروغگوها از کلام به ما میگه و او میاد به ما فریب میخواد بده و ما باید این فریب رو باور نکنیم، باید با حقیقت مسیح با قضیه برخورد بکنیم. همون عیسایی که به ما یاد داد که شیطان دروغگو و پدر دروغگو است، همون عیسی و همون قسمت در انجیل یوحنا به ما یاد میده که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد میکنه. قدرت حقیقت خیلی مهمه. پس به جای اینکه اهل بدگویی باشیم، به جای اینکه اهل دروغ باشیم، راست بگیم، به جایی که اهل غیظ و خشم و فریاد باشیم، اینها را از خودمون دور بکنیم و به جای تلخی شیرینی بخشش رو در زندگیمون قرار بدیم. و میگه به جای بدگویی و خباثت رو از خودتون دور کنید. بدگویی اینجا معنای دیگری هم داره، به معنای کفرگویی است. در مضمون کلیسا، در مضمون روابط کلیسایی، زمانی که من به برادرم بدی میگم، در واقع دارم خدا رو متهم به نادانی میکنم، خدا رو متهم به اشتباه میکنم. ببینید، از این حرفا زیاد زده میشه. من نمیدونم این بابا تو کلیسا چی میخواد، اصلا کی آمده تو کلیسا. در واقع داریم چی میگیم؟ در واقع داریم میگیم که خدایی که این فرد رو بخشیده اشتباه کرده، خدایی که به این فرد رحم کرده نباید این کار رو میکرد. در واقع داریم میگیم که خون عیسی مسیح برای این شخص به غلط ریخته شده. در واقع داریم میگیم که خدایا من از تو بهتر میدونم که این شخص نباید نجات پیدا میکرد و تو اشتباه کردی، این شخص رو نجات دادی. ببینید چقدر خطرناکه این صحبت. میگه هر نوع بدگویی رو باید خودمون دور بکنیم، هر گونه کفرگویی رو دور بکنیم. بعضی موقع ما خودمون حالیمون نیست که سخنانی که بدون تفکر از دهان ما خارج میشه چه سخنان بدیه. پس هر گونه تلخی، هر گونه غیظ و خشم و فریاد، هر گونه بدگویی، هر گونه خباثت رو. خباثت چیه؟ خباثت اینه که من بشینم نقشه بد برای دیگران بکشم. بعضی آدم ها هستن که واقعا خباثتشون خیلی زیاده، خبیثن ها. اینا میشینن فکر میکنن که چجوری ضرر بزنن، چجوری ضربه بزنن، چجوری دیگران رو رنج بدن، چه کار بکنن که بیشترین رنج رو به اون شخص بدن، طرف رو زرج کش بکنن. و کلام به ما داره هشدار میده که چون مسیح شما رو آمرزید، چون شما فیض رو دریافت کردین، باید اینها رو از خودتون دور بکنید. ببینید، افکار بد سراغ ما میاد، مغز ما فعاله و همه رقم افکار بد میاد. ممکنه با یه شخصی شما ناراحت باشید و همه رقم فکر بدی هم در ذهنتون بیاد، و خب اشکال نداره این فکرها بیاد. ما نباید اجازه بدیم که این فکرها در زندگی ما جا پیدا بکنند، نباید اجازه بدیم که این فکرها در زندگی ما جا بیفته. باید وجودمون رو چنان از اینها آزاد بکنیم که اینها جایی برای مخفی شدن و رشد کردن در قلب ما نداشته باشن. ببینید، من از این کارها دوست دارم که میگم تو خونه من کار باغبونی میکنم و اینها، و دوست دارم چیز رشد بدم، گیاه بکارم اینا. چند وقت پیش رفته بودم توی از این مغازهایی که وسایل باغبونی و بذر و این چیزا میفروشه، به قول معروف این نشا، ما شیرازی میگیم پیته، نشا میفروشه، و چون مال بادمجون و گوجه و اینا، دیدم که یه جای اون زیر گذاشته بود قارچ.
گفتیم ای قارچی گفت آره شما میتونید اینجا هاگ قارچو بگیرید و ببرید یه جایی تو پستوی جای تاریکی قارچ پرورش بدید. بعد من بلافاصله تا اینو داشت میگفتم به فکرم رفت که تاریکترین قسمت منزل من کجا هستش، کجا میتونم من این قارچ رو پرورش بدم. قارچ نرفتم بخرم، تو فکرم رفت که برم اونجا به اولین فرصت یه لامپ آویزون بکنم که اونجا تاریک نباشه. زندگی شما تو قلبتون جای تاریک وجود داره. راهی که خباثت روش نکنه اینه که بگردین اونجا رو لامپ روح القدس، نور روح القدس رو روشن بکنید. اینجوریه که ما میتونیم غیظ و خشم و فریاد و بدگویی رو از زندگیمون دور بکنیم و با همدیگه مهربان باشیم. اجازه بدید نور روح خدا در زندگی شما بتابه. فیض مسیح با شما باشه. آمین.